سلام دوستای عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشین در هر جا و هر گوشه دنیا کسین. ما قلعه نجارا در آرایشگاه قلعه نجاراست کیجه در میخواد داخل آرایشگاه شدیم و خوراکای ما را ببینم که کجا هستن، همراهشان گپ بزنم که آرایشگاهشان بنامه چی است و کاروبارشان چی رقم است. سلام و علیکم خوراک قند شیرینم. سلام. ماشالله ماشالله نام خدا خوب هستین؟ سلام خوراک قند. خوب هستین؟ شکر خوب زنده باشین. شما خوب هستین؟ فامیل همه گی خوب هستن؟ فامیل قبیل شما خوب هستین؟ شکر خوب خوش زنده. هستیم که شما را دیدیم در این شرایط که بسیار شرایط اساس است. خب قربانت بیا که بیشینیم جگر گوشه کنیم. بیا جانک نازم بیشینیم شما میمان هستیم. قربانک سرت، ما هزمی قلعه نجارا میگذاشتم نگاه آرایشگاهتان دیدم باش که بیایم داخل همراهتان یک گان گپای بزنم، یک گان گزارش هایی بگیرم. خوی آرایشگاه به نام چی است؟ قیچم سالن زیبایی ما به نام سالن زیبایی یلدا سحر است که مالکش هستم و همکارم سنا جان است. دیگه تقریبا مدت 17 سال است که کار میکنیم. ماشاءالله نام خدا، نام خدا کردی تا ما تاوره سخته میرسه قربان تا نصف نظر داره شما خود تاقند هستیم. قربان زنده باشی جگرکم. خوب خورقند مدت چه قبر گفتی؟ 16 سال میشه؟ 16 سال دمی قلعه نجار هستیم؟ دمی قلعه نجار. خب باز تا اسناد چیز خود دارین؟ اسناد از الف تا یا داریم دیگه، اسناد که به حساب دیپلم داریم از خود اتحادیه پیشاوران، اتاقای تجارت شده، اتاقای پیشاوران شده فعلا و دیگه از حوزه از نای 11 چی داریم، جواز داریم بدون از دیپلم خارجی هم دارم دیگه، اجازه فعالیت از شاروالی از وزارت صحت عامه از تماما، چون ما 6 ماه 6 ماه چکاپ میشیم، ما چکاپ می، چون وقتی که چکاپ می میشیم اجازه فعالیت بر ما میدن، اگر خدا نخواسته کدام مشکل داشته باشیم تا ساعت ما خوب نشه اجازه نمیدادن. حال دیگه باز خوراک قند صدقه چم کار بارتون چطور است؟ کار بار در دوره یعنی سابق چی رقم بود و حال چی رقم بود؟ اعتراض سابق دوره جمهوریت بود کاروبار زیاد بود، چون خانم ها عروسا همان علاقه داشتن که آرایشی کنن به بسیار طریقه مقبول مجلل خوبش و آرایش خودم هم تو میخواستن. حالا دیگه کاربار نظر به ای که قیمتی زیاد شده، مشکلات زیاد شده، یعنی امروز دلار به 9610 پس اینم امروز اینم امروز و ده ای دلار که مردم می اقتصادش ضعیف است، مم کرایه بلند میتیم، ماش میتیم، شاگردار خود ما رفت آمد داریم، تیل موتر خودم باور که 18000 ماهانه میشه دیگه. وقتی کاروسا میه ما سابق مثال یک آروسا ببسیار خودشان دوز داشتن میگفتن خوب جور که پول بلند بگیر، پول بلند بگیر. آله دیگه که میانه هر کدام مثال میکنن پول نیست، پیسه نیست، بانک ها مسدود است، هیچ چیز نیست، صرافی ها بند بود، خال کمه که خوب شده کیلا شده منتها تو کاروبار نیست، کاروبار نیست میبینین دیگه. باز چقدر شاگرد داری خوراک؟ شاگردم الحمدلله 6 هستن. نام خدا؟ دیگه دخترای بسیار خوب هستن. فامیلن تقریبا همه ایشون امروشان رفت آمد دارم، میشناسمشان، هر کدامشان سابقه کاری از 8 سال 9 سال تا اینمیال که هستیم هستن امره. از او پیش دخترایی که بودن عروسی کردن بعضشان خارج رفتن. این شما خود نرفتین دیگه؟ ما تا فعلا نه، اگر راهش پیدا شوه نمیشینم. به خاطر از اینکه اوضاع قسم باشه، امکانات کاری نباشه، مشکلات باشه و طبقه اوناس فعلا میفهمین که مشکلات خود داره. راست میگی. دوستا دیدیم که خوراک قندم چقدر شیرین زبان است، به حد به اندازه مرم شیرین زبانیش خیلی خوشم. نامتون رو نفهمیدم. نام یلدا. یلدا جان خواهم یارجگان به نام خود بله. یلدا جان بله جان. خب آله امروز کدام آرس آمده کدام دسلاف کدین یعنی بازا با دسلاف میگم دیگه دسلاف نداشتیم امروز، آرس نداشتیم، تصادفاً که روز پنجشنبه هم است باید کار میکردیم امروز نداشتیم، ولی بیانه گرفتیم، آرس گرفتیم. اونا دوستا دیدن که بیانه گرفتم میگم دسلاف میگه نکنیم بیانه، بعد چی وقت بیانه؟ آرس تاریخ 6 گرفتیم، تاریخ 6 عقرب.
شش قوس. شش قوس ها. گدوات شده. قربان شم ای که یعنی آفرینتان که در این شرایط یعنی کار میکنیم. مگه ممی یک سوال دیگه من دارم که یعنی پشت دروازانی عکسای عروس فیشن کردگیست کلش رنگ زده خودتان رنگ زده؟ نه رنگ زدن به خاطر از اینکه امروز که کابل سقوط میکرد امروز من دو عروس داشتم به تایم شب که ما از اونجا کشکده خدا آمدم در از را که میامدم را بسیار گدوت بود هر کس هم میدم دوکان ها زود قلف شده ایسا که میگفت طالب با آمد یکی دیگر خدا از اینجا تا اینجا آمدم واقعا یک روز بسیار سخت بود. تاریخ چند بود؟ تاریخ 24 اسد. دیدی دوستان؟ تاریخ 24 اسد که هیچ کسی روز فراموش نمیکنه. 15 اگست بود. 24 اسد بود که روز ارگست فراموش نمیشه. نکو گریان صد قید شام نکو گریان نکو چشمای مقبولت حیف چشمای مقبولت نکره من رو جگرخون میسازی نکو صد قشام سیکم او شما با چه مشکلات یعنی میدیم خب زندگی ما زندگی داشتیم که آرام بودیم جای ما اینجا جایی بودیم که اصلا توجه به خارج نداشتیم هر کس میخواست که حق اولیت خودش بگیره رهبر خودش شوه کسی نمیخواست که از کشور خود جای دیگه فرار کنه فراری باشه حال کل مردم فراریستن کل مردم فراریست از هر کسی که بپرسی اتامو کسی که کراچی داره خلاص من نمیخوام چی باشه از پرسان کنی میگه یک را پیدا شوه که ما مزی جبرم هر کس حال فراریز هر کس میخواد که از اینجا خدا بکشه چون شرایط نیست که قابل زندگی و اینجا باشه برکسه با خدا امروز با چه مشکلات حتما دریوری رو میاد داری جگرک دریوری یاد دارم ولی من موتر عمله داشتم به خاطر که خود مساعد نمیدم که از طرف شب بعضن ناوقت میرفتم دیگه سر جلو موتر شتن دوست نداشتم به خاطر که من شرایط به حساب خودم خوش نداشتم خب. چون شب میرفتم ناوقت می بود دیگه چون عروس ها را کار میکردیم باز امون روزی که وقتی که ایجا آمدیم از را تا ایجا رسیدیم دخترها شده بودن کلگی سراسیمه بودیم کلگی سراسیمه شده بود اینجا کلگی می روید میفتن علا که در سر کوتل آمده علا که از کمپانی تیر شد خو مخ خانه دار لامان است ایجا که رسیدم عروس هم امون روز داشتیم دو عروس داشتم. خو عروس بیچاره هم دیگه هتل بوک کردگی داشتن محفلشان کارتایشان توزیع خونم روز محفلشان بود دیگه نام روز از اینجا بر آمدیم همی وقت روز بود تقریبا همی ساعتای 10-11 بجه بود که دیگه از دوکان کلگی به گریه بر آمدیم عروس هم بر آمد کلگی جور نکردین عروسی ها را؟ نه عروس دیگه اوتلا بند میشه دیگه کلگی ترسید بر آمد محفل خلاص شد دیگه هر کس میدهید وقتی که من از یه بر آمدم طرف خانه میرفتم دخترها را رساندم بسیار رابندی یعنی هر کس هم میدم بایک در پیشش میفتم اینا چرا بایک در پیش از کجا میرن دیگه سربازهای اردوی ملی را که میدیدم اونا میامدن درا که میامدن سراشان خم سلا در پیششان یعنی واقعیت هیچ تصورش نمیکردم یعنی که اگر بگویم مرا طالب امروز تا زده تا امروز مرا طالب زد نزده تا امروز لد نکده اما طرف هر کس میبینم رنگ روخش زرد زار نمیخوان چون این رقم اوزار کس تحملش نداره قیودات زیاد است سر زنا وزارت امور زنان بسته شد کار بر معلمین مسئولین تماما بر زن بسته شد صرف فقط کار ما که فعلا هستیم نمیفهم که به خاطر مالی هستیم که مالیات هند هستیم نمیفهم به خاطر حق میتیم پنجشنبه تا پنجشنبه هی است این نمیفهم دیگه تو مزایمت چیز خو نمیکنه برتون نه تا فعلا نخوا گردن ما را بسته نکنیم مزایمت نشده عرصه کاری ما را مزایمت کرده باشه اما ترس داریم دارن آله اینا خودشان هم حکومتشان ثابت نشده امر بالمعروفشان نو ایجاد کردن اینا از این بادش ترس است که آیا اجازه کار داریم یا نداریم ما اجازه فال چون ما داخل اینجا هستیم عکسایی که پشت سر میبینین کلن ما که آمدیم سیاه من عکس دوکان خدا وقتی که در فیسبوک دیدم من دو هفته گریه کردم نان نخوردم او نخوردم وضعیت روانیم کلن خراب شده بود چون من عکسای دوکان دیدم کلن سیاه شدگی بود طالبان سیاه کرده بود؟ هیچ نمیفهم که کی کرده بود چون من نبودم ما بر آمدیم امروز نمیفهم که کی سیاه کرده بود ایده طالب کرده بود چون چشم دید نیست کس دیگه کرده بود هیچ نمیفهم وقتی که آمدم دوکانم کلان پردای بیخی مکمل شیشا سیاه بود اینجا دخترای که داخل دوکان بود یا سیاه بود ولی سیاه بود ولی ما کافر نبودیم شکر الحمدلله مسلمان هستیم پدر کلان مسلمان بودیم ده فامیل کلان مسلمان بود کفر نبودیم
نمیفهم که چرا اینا تو وضعیت یک دمی سرم اومد. دم دولت جمهوریت نکاس دست ما را گرفته بود، کیسوی شو، موسوی شو یا کدام چیز دیگه شو. کلی ما الحمدلله مسلمان بودیم. در هر نماز هر نماز پنج وقت اذان در افغانستان بود. نماز میخوان. کلی کی میخوان. دیگه اول نمیفهم چرا ته شده. یعنی دلگرمی به کار نداره. مشتری می ما اگر یک وقت روز یعنی واضح بگویم 30,000 40,000 تا که به حساب دلاری بگیم 500 دلار هم اگه جور میکنیم حال می میگه 5,000 جور کو. فکر کنین کرای دکان میتیم، مالی دولت هم میتیم، جواز میتیم، پول جواز میتیم، تکس لوا میتیم، خودشان هفته به هفته میان پول میگیرن از پیش شما. این طلبه میگیرن حالا میگیرن هفته به هفته چند میگیرن او را دیگه معین نکده، چون خود ما چقدر که کار کردیم یا نکردیم حق میتیم. سابق خود هفته دفته نمیدادی نقمی؟ نه سابق صرف پیسی چوکی داری میداده. پیسی چوکی داری؟ نه او خواهد خوب آل بعد از امی که طالبا ها آمدن ایتو آرز جور کردین یعنی امروز اولین روزتان است که بیان نگرفتیم؟ نه آرز به حساب جور کردیم. مردم میگن من تا هر آرز که میگه دل شکسته، هر آرز که میگه رنجور، میگه من تو محفل میخواستم، ای قسم میخواستم، ای رقم میخواستم، ولی نیست. خودتان میفهمین که داو طلا کوداد از ساس رود نیست. آروسی مقصد یک آروسی است. اگرچه عروس باید خواسته هایش است که آروس مثل یک آروس جشن گرفته شود. خواسته های یک دختر برآوردش، چون در زندگی یک بار آروس میشه، چندین بار نمیشه. به این خاطر باید همگی باید به خواسته هایت میرسید. آل نیست، هیچ چیز نیست. خودت که ماشاءالله نام خدا هر دیتون یکی از دیگه بدتر گفتی اگه تو معتبر میسازین قربان دستر خانم هستین. بله ازدواج نکدیم؟ ازدواج کردیم. خب ازدواج کردیم؟ بله ماشاءالله هیچ فهمیده نمیشه که ازدواج کردیم قربان دستر. باز اولاد چیز داره؟ نه تا فعلا نه. خب نه عروسی ماش... کردیم؟ آجا خودتانا؟ من مجرد هستم. مجرد هستید؟ خب دوستا دیدین که خوراکای ما یعنی به چقدر مشکلات و ای که چشمای مقبول که در چشمای مقبول گریه باشن، مگم بازم همیشه با مشکلات باید از مبارزه کنیم و اون خوراک ما میگه که اگه امکانش باشه یعنی من میبرایم طرفای خارج میرم. خداوند رحم روشنی خدا کنه. دگه چی گفتنی داری جگرک؟ دگه گفتنی را دارم که خواهرای ما همیشه استوار باشن. استوار باشن، همیشه مبارزه کنن. هر قدر که ما و شما عقب بریم پسمان میشیم. وقتی که من روز اول دکان می آمدم آرشگاه قصد کردم که برم باید سرکار استاد شم، به این خاطر که من باید مقاومت از خود نشان بدم که دیگه خواهرای ما هم از خود مقاومت نشان بده. کار کردن برای مرد زن عیب نیست. کار کردن پیدا کردن پول حلال مثل یک عبادت است. این عبادت است. کس که کار میکنه، زحمت میکشه، از کف اولی دست خود میخوره، او عبادت است. امروز به اینمی شکرگزار هستم که برای کس دست ما احتیاج نیست. یک لقمنانی را پیدا کردم میتونم لاقل. و چهار تا دخترای که پیش ما تصمیم امی بود که وقتی که ما بیایم امی دخترها شش دختری که پیش ما هستن اینا هم در خانه فامیل دارن، مشکلات دارن، زندگی دارن. وقتی که ما دکانو بند کنم روز اول ما میخواستم بند کنم، رفتم ممکن من نمیخوام کار کنم، اما طرف از یاد دیدم گفتم میام نانوور خانه هستن، باید اینا رو بر خاطر اینا باید ما کار کنم، به خاطر که یک چیز داده است ما برای حداقل کمک بر یک کسی که نداره بتونم کمک کنم. اینا ما از روی ریا نمیگم که یعنی ریا باشه، هر چیز هست پیش خداوند باشه. میگن که وقتی که یک کار میکنی یه دست به یه دست خبر نشه، ولی این را برای کل هموطنهای ما خواهش میکنم، برای کل کسایی که اگر یک لقمه نان دارن هم را یک فقیر تقسیم کنن. خیلی هم را یک فقیر تقسیم کنن. توستاده ی دست افتادگیر نه؟ بله توستاده ی دست افتادگیر. باز برادرم چیکار میکنه؟ شوهرتان؟ شوهر ما باشه. خب دوستام ناشالله نام خدا ما هیچ ازن نفهمیدیم کار سی کرده، مگم زندگی خوش برات میخوایم. خداوند آرام و حاسوده داشته باشید. خداوند دخترای مجردام پشت بختش روان کنه. خیلی نی هزی که تشکر که همراه ما شیشتی درد دل کردی، مگم جگر ما خون سختی که از اون چشمکای مقبولت گریه آمد. قربان که چشم دیدی بود که ما دیدم او لحظه را در زندگیم، او لحظات که هر لحظه ما یعنی ای وقت من از خانه بر آمدم، آمدم نرمال و یک دم اوضاع گدوت شد. از اینجا که بر آمدم فکر کنید که قلب انسان چقدر میسوزه. خصوصا پیش پنتون سلام که رسیدم اونجا کلک طرف من خاکس پیشتر هم گفتم می که وقتی که من در آن میرفتم کلک بک دادست که زن و مرد کجا میرن؟ ایره من خبر نبودم که میدان میرن.
به خاطر فرار میره کلایی. ما خانه رفتم باور کن صبح شد برای فامیل برای برادر برام گریه کردم که بریم میدان. نمیتونم تحمل، یعنی کل زندگیم کل اصل نیست، من اینجا میماندم میخواستم برم میدان. چون تحمل نداشتم، میترسم که چی میشه آیا چی میشه، ولی شد هم طبقه اوناس کار نداره، درس نداره، صنفای از افت چش بالاوی افت ما شروع، مکتب نیست، تحصیل نیست، برای بچه ها کار نیست، کل تحصیل کرده ما به سبب ماستری دکترها کسایی که سابق در دولت کار میکنن کلن بیکار. این درد است که احساس میشه، نه این رو باید فراموش نکنه. خب دوستا، دردک دل خورک ما رو دیدین که چقدر درد داشت و با وقت که خیلی مشکل است. دیگه همیشه می دوار میکنیم خداوند یک سال حرامی دوتر ما شما بیاره، و این هم بود که آمدیم درد دل کت خورک هم کردیم تا برنامه دیگه. خدا حافظ. ما اشرف غنی را نمی بخشم، از طالب گله ندارم، از اشرف غنی گله دارم. اشرف غنی هر جای کسی ما را فروختی. اینه یام گفت آخری خوارک من بود. بازم منتظر انتقاد، پیشنهاد، نظریاتتان هستیم. سابسکرایب یار فراموش نکنین، باش که خوارک قند دیگه ما چی گفتنی داره. خب اشرف غنی را گفتن. خب چیزی که خوارم گفتن ما میگفت میزدم، چون اشرف غنی خود رئیس جمهور ما بود، احترامش داریم به حسابو که رئیس جمهور بود قبلا بر ما خدمتام کرد، اما کاری کرد که دمو پولی خدمت خود همه گیره فروخت، همه گیره فروخت، یعنی تک تک فردی افغان فروخت، آبروی کل گیره برد، پیش بسته ممالک جهان آبروی کل گیره برد. فرار نمیکردن، فرار نمیکردن، حداقل انتقال قدرت بسیار به طریق مسالمت آمیز میکرد که 36 میلیون جمعیت افغانستان در بدر نمیشد. ما از طالب گله ندارم، از اشرف غنی گله دارم. اگر هر جای از صدای مگشونید رئیس صاحب فراری ما، رئیس صاحب گریزی ما، این که میگن که دوزی کردی یا هر کاری کردی، ما هیچ به او غرض نداریم، اما ناجوان مردانه همه گیره رها نمیکردی. تسلیم، اگر تسلیم قدرت میدادی به درستی میدادی. گفتم من از طالب گله ندارم، از شخص شما، از شخص شما گله دارم، نمیبخشم. ما که نبخشیدم بفهمین کل ملت نبخشیده شما را، چون ما یک زن هستم، یک دختر بودم، یک زن بودم، استاد شدم، سرپا استاد کردین ما را، تا هیجا رسیدیم، بالاخره ما هیچ پف خلاص. اینم خب دوستایی بود درد دلک خوارک های ما، تا برنامه دیگه، خدا حافظ.